عناوین راه‌های درمان بیماری‌های روانتنی و اختلالات سایکوسوماتیک. عوامل تأثیرگذار در بیماری‌های روانتنی یا اختلالات سایکوسوماتیک. علت بیماری‌های روانتنی. نکته مهم. تفاوت میان بیماری‌های جسمی و اختلالات سایکوسوماتیک. تداوی بیماری‌های روانتنی، اختلالات سایکوسوماتیک. روش های کنترل اختلالات سایکوسوماتیک، واکنش های صحیح و یادگیری مهارت حل مسئله، تغییر شرایط محیط زندگی، رفتار درمان شناختی. به ادامه این موضوع توجه شما را جلب میکنم. عوامل تأثیرگذار در بیماری های روانتنی یا اختلالات سایکوسوماتیک. شما باید نسبت به اتفاقاتی که در درونتان رخ میدهد کاملا آگاه باشید و سعی کنید نسبت به کوچکترین تغییری که بدلیل اتفاق میافتد حساس و دقیق شوید. اگر فردی هستید که زود خسته می شوید، در تمرکز کافی مشکل دارید، دائما احساس نگرانی و دلشوره دارید که منشأ آن را نمییابید یا حتی دائم دچار مشکلات گوارشی نامشخص می شوید، علت آن می تواند روانتنی یا همان عصبی باشد. با استفاده از روش های کنترل استرس این نشانه ها را کاهش دهید. علت بیماری های روانتنی. استرس و فشارهای روانی عامل اصلی ابتلا به بیماری‌های روانتنی اختلالات سایکوسوماتیک هستند. پس اگر از آن گونه افراد هستید که یک شغل پر استرس یا موقعیت زندگی پر استرس و پرتنشی دارید و یا خانواده آشفته و اتفاقات بسیار منفی در زندگی خانوادگی شما در حال رخ دادن است، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های روانتنی قرار خواهید گرفت. نکته مهم. علایم روانتنی در کودکان متفاوت است و صرفاً نباید به علایم بروز شده در بزرگسالان بسنده کرد. اگر کودک شما بیقراری های ناگهانی در رفتارش دیده می شود و طوری که قبلاً سابقه نداشته است، ناآرامی و اختلال در رفتار مانند خراب کردن اشیای دور و اطراف و غیره، همه اینها می توان یک زنگ خطر برای بروز بیماری های روانتنی باشد. در این شرایط مراجعه به یک روانشناس برای بررسی دقیق علت‌ها و تشخیص مناسب ضروری است. تفاوت میان بیماری‌های جسمی و اختلالات سایکوسوماتیک. بیماری‌های جسمانی بر اثر تغییرات فیزیولوژیکی در بدن، ورود عفونت‌ها، ویروس‌ها رخ می‌دهند و با استفاده از آزمایشات مختلف علت‌های آن قابل تشخیص است، اما اغلب بیماری‌های روانتنی علل فیزیولوژیکی ندارند و در آزمایشات نیز علل آنها مشخص نمی‌گردد. اختلالات سایکوسوماتیک برخلاف بیماری‌های جسمانی ارتباط مستقیمی با خلق و خو دارند. در صورتی که در میان اعضای خانواده خود سابقه افسردگی و استراب را دارید، لازم است بیشتر احتیاط کنید و مراقب رفتار ذهنیتان باشید. اغلب بروز بحران و شرایط استرسا علایم بیماری‌های روانتنی را تشدید می‌کند. تداوی بیماری‌های روانتنی اختلالات سایکوسوماتیک. در صورت مراجعه به موقع تشخیص بیماری‌های روانتنی آسان می‌گردد. برای تداوی بیماری‌های روانتنی باید ابتدا عامل اصلی به وجود آوردن این بیماری را تشخیص داد. در صورت شدید علایم و شدت بیماری باید علاوه بر استفاده از جلسات مشاوره روانشناسی و روان درمانی از دارو درمانی نیز استفاده کنید. در دارو درمانی از داروهای آرام بخش و ضد افسردگی استفاده می گردد. روش های کنترل اختلالات سایکوسوماتیک. افرادی که دچار این اختلالات می شوند مسلما فشارهای روانی و شرایط بحرانی زیادی را تجربه می کنند. بنابراین راه کنترل این بیماری ها علاوه بر مصرف دارو میتوان ایجاد تغییر در باورها و تفکرات، سبک زندگی و یا کاهش عوامل محیط پرتنش ضروری می باشد. واکنش های صحیح و یادگیری مهارت حل مسئله. برخورد منطقی با مشکلات، یادگیری روش های کاهش استرس و مسئولیت پذیری در مورد تصمیمات میتواند کمک کننده باشد. لازم است زمانهایی را به خود استراحت دهید و یا به انجام فعالیت های لذت بخش بپردازید.
تغییر شرایط محیط زندگی برای افزایش سلامت روانی و رفع اختلالات سایکوسوماتیک لازم است برخی از شرایط استرس ها رو تغییر دهید و یا از آنها دوری کنید. بهبود و ارتقای سطح اجتماعی، اقتصادی و ارتباط میان فردی به شما کمک می کند بهتر با استرس ها مقابله کنید. رفتار درمان شناختی با استفاده از این رویش بر روی افکار منفی و تحریف آنها کار می شود. و روش های مقابله با استرس آموزش داده می شود. تکنیک توقف فکر، بلوکه کردن افکار و از بین بردن باورهای غیر واقعی از جمله روش های رفتار درمان شناختی است. امیدوارم این موضوعات مورد توجهتان قرار گرفته باشند. تا ویدیوی بعدی بدرود. همه تون شاد و سالم بمانید.